شما یک لایحه را به بودجه مصارف وزارت دفاع معرفی کردید که تعداد عساکر ایالات متحده را در افغانستان کاهش میدهد آیا شما انتظار دریافت حمایت کانگرس را برای این لایحه دارید فکر می کنم که حمایت گسترده <متصفيق> از جانب کنگره با آن سمت وجود دارد. ما در افغانستان برای مدت زمان بیشتر اثر نقطه دیگر جهان اساکر داشتیم و این جنگ ده ساله طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده است و تعداد زیادی از ما می خواهند که مردان و زنان و ما که در افغانستان مشغول ایفای وظیفه هستند دوباره به کشورشان برگردند. و در عین زمان ما نیاز تلاش های ضد داعش در افغانستان و دور دنیا را درک می کنیم. و مقابله ما علیه دهشت افغانی جهانی در این نوع دارد و ما باید از قوای ایالات متحده برای مقابله علیه ده تهدید استفاده کنیم ولی تعداد زیاد ما نگران این هستیم که داشتن یکصد هزار اسکر در افغانستان قابل برداشت نیست و ما هزینه آن را تمویل کردن نمیتوانیم دلیل شما برای کاهش تعداد اساکر چیست آیا دلیل مالی دارد و یا خود مأموریت دلیل آن است فکر می کنم که would ها که هر مقدار پول را برای حفاظت از ایالات متحده پردازند ولی ما باید درک کنیم که اساکر ما در 10 سال گذشته موفق بودند و در ریشه کن نمودن القاعده و تهدیدات در افغانی واقعا کمک نبودند. استخبارات ملی در سال 2009 تخمین نموده است که کمتر از 100 اعضای القاعده در تمام آن کشور وجود دارد. پس داشتن 1000 اسکر زائد به نظر می رسد و حس می‌کنیم که مردم افغانستان که با جنگ برخورد می‌کنند نگران که ما نوع خلا را حین ترک آن کشور از خود باقی می گذاریم پس ما باید تعادل را در این موضوع بیابیم فکر می کنم موفقت ما با کمک به برگشت اساکر امریکایی به کشورشان و اجازه به حکومت افغانستان و مردم به داشتن کنترل بیشتر روی سرنوشتشان مشخص میگردد تعدادی در کنگرس من جمله شما خواهان غور روی جنگ افغانستان بعد از کشته شدن بنلادن رهبر القاعده شده اید آیا انتظار تحول عمده را در استراتژی ایالات متحده بعد از این واقعه دارید من واضحاً فکر می کنم که بعض تحولات وارد خواهد آمد. بعد از مرگ بن لادن زمان خوبی برای بررسی استراتژی فرارسیده است. ما باید درک کنیم که دشت افغانی واقعی است ولی طرز برخورد کنونی قابل دوام نیست. شما یکتن از چند جمهوری های کلیدی هستید که از لایحه پیشنهادی آقای کاسانج برای خروج از ساکر از افغانستان تا ختم امسال حمایت کردند. آیا باید انتظار گسترده تر جمهوری خواهان را در مورد داشت؟ امیدوارم و خوشبین هستم این لایحه که ما پیشنهاد کنیم، تلاش از جانب هر دو حزب جمهوری و دموکرات است ولی قانونگذاران زیادی وجود دارند که با خروج سری از افغانستان و به گذاشتن یک خلاه نگران هستند و فکر میکنم که نگرانی منطقی نیز میباشد رئیس جمهور با ما واضحا نمیتواند تمام عساکر را سریعا خارج سازد همچو اقدام هوشیارانه محفوظ منطقی و عملی نخواهد بود تعداد زیادی از افغان ها نگرانند که وضعیت امنیتی بعد از کاهش تعداد ساکر امریکایی شدیدن وخیم خواهد گردید. نظر شما در مورد چیست؟ این یک نگرانی مشروع است چالش برای هر دو افغانستان و ایالات متحده انتقال مسئولیت ها و سپردن کنترل به افغان هاست ایالات متحده در آنجا برای حفاظت از آزادی مردم افغان و ایجاد محیط برای آنان است تا کنترل کشورشان را به دست گیرند ولی مردم افغان باید مسئولیت شخصی را به دست گرفته و کشور خود را امن سازند من درک می کنم این موضوع تا چه اندازه مشکل است زیرا که تعداد زیادی از افغان ها با جنگ های مختلف خارجی بزرگ شدهاند و با آن در مناطق خود روبرو هستند آیا شما از حضور ایالات متحده بعد از سال 2014 در افغانستان حمایت می کنید و اگر بله تحت چه شرایطی؟ با ظرفیت محدود و منظوری حکومت افغانستان تا زمانی که به مقابل علیه دهشت افغانی متحد باشد اگر معلومات استخباراتی در دست باشد که واضحا موجودت تهدید را علیه ایالات متحده نشان دهد من مشوره می دهم که از ساکر ما هموره هم با حکومت افغانستان برای از بین بردن آن تهدید استفاده صورت گیرد فکر می کنم که داشتن نوع امنیت طویل مدت با حکومت افغانستان که طی آن به ما اجازه قابلیت انجام ماموریت در منطقه داده دا می شود واضحا یکی از بهترین علایق ایالات متحده و افغانستان خواهد بود out that threat and and so we have to be very balanced in that approach